سلام پنجشنبه چهار مهر 92 26 سپتامبر 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از زندانیان اهل سنتی که به اعدام محکوم شدند در زندان قزل حصار به انفرادی منتقل شدند چهار تن دیگه که به ادام محکوم شدن کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید حادی حسینی مقاومت کردند که گارد ویژه زندان دخالت کرده و نگرانی بالا گرفته که در همین چند ساعت آینده ممکن است این شش جوان رو اعدام بکنند سازمان اف بینون هم با صدور اطلاعیه ابراز نگرانی عمیق کرده از اعدام غریب الوقوع این شش زندانی اهل سنت به لحاظ سیاسی هم اگر قوه قضایی اعدام بکنه این شش نفر رو در حال حاضر در واقع یک شبیه کارهایی میشه که زمانی که آقای خاتمی هر وقت از کشور می اومد بیرون در ایران اعدام میکردند و زندان میکردند و بگیر و به بند میکردند و یک جو کاملا منفی در دنیا ساخته می شود. در سیستان و بلوچستان هم امام جمعه راسک و ده تن دهتن از همراهانش که 530 روز زندان انفرادی بودند سرانجام به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شدند و بعد از اینکه محاکمه شونم هم کردن به اتهام قتل مصطفا ترور مصطفا جنگی زهی، بعد از اینکه برادر مقتول رضایت داده و گفته اینها دخالتی نداشتن براشون اتهام محاربه رو مطرح کردن اینکه گروه مسلح بود. به هر حال در راسک و سایر مناطق اعتراضات متعددی هم از جانب مردم تجمعات مختلفی صورت گرفته به این دستگیری و این پرونده سازی ها در هفته جنگ هم در اسلویه یک نمایشگاه دفاع مقدس و یادواره شهدا بسیج برگزار کرده که در اون پوسترها و بنرهای اهانت آمیزی نسبت به بزرگان اهل سنت و فتواهای جعلی نسبت داده شده به اهل سنت آویزان شده بوده به نمایش گذاشته شده بود که باعث اعتراض جمعی از جوانان اهل سنت منطقه شده به نظر میرسه مجموع این اتفاقات در این چند روزه فشار رو بر اهل سنت که بزرگترین اقلیت دینی ایران هستند افزایش داد. نکته دوم اینکه آقای روحانی با روزنامه واشنگتن پست مصاحبه کرده و در اون عنوان کرده که امیدوار ظرف سه ماه و اگر نشد شش ماه و به قول ایشون گفته صحبت چند ماه به هر حال و نه چند سال مشکل هسته ای رو حل کنه و به توافق برسه در این راستایشون گفته که در واقع گفته آماده است که الحاقیه های قرار داده NPT رو هم امضا بکنه که به این معنی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند هر زمان و مکانی که خواست سرزده ب... بتونه باز بازرسی بکنه و گزارش تهیه بکنه روزنامه واشنگتن پست از قول یک منبعی هم که نخواست نامش فاش بشه گفته که ایران آمادگی داره که سقف قنیسازی رو پنج درصد قرار بده ذخایر خودش رو هم منتقل بکنه یا در همین حد نگه داره همینطور آقای روحانی با تلویزیون سی و تلویزیون پی بی امریکا سین این با خانم امانپور و پی با آقای چارلی روز مصاحبه کرده تقریبا این دو مصاحبه شبیه همه راجب هالوکاست ازش پرسیدن که گفته همه جنایت های نازی ها رو علیه نه یهودیان بلکه دیگران محکوم میکنیم برعکس احمدی نژاد که انکار هالوکاست رو میکرد و آقای چارلی روز در پی ازش راجب اشکالاتش با سپاه پرسید و اینکه سپاهی ها خلاف های او زدن که آقای روحانی در واقع تفره رفته از جواب و عنوان کرد که فرمانده سپاه عضو شورای امنیت ملی و این مسائل اونجا همه هماهنگ میشه و اختلافی هم نیست بیشتر صحبت های آقای روحانی میشه گفت تکراری شده و حرفای کلی است که عمدتا نشانه میخواهیم مشکل را حل کنیم و آماده تعامل هستیم و با دنیا هم دوستی و اعتدال میخوایم داشته باشیم آقای حداد عادل و بخشای مختلفی از اصول گراها از حرفای آقای اوباما و حرفای آقای روحانی در مجموعه سازمان ملل کلا استقبال کردند آقای رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و مشاور نظامی رهبری هم عنوان فرمودند که اوباما برای اولین بار اعلام کرد که در صدد تغییر رژیم در ایران نیست که ایشون اشتباه میکنه مکرر در مکرر رئیس جمهورای امریکا گفتند که چنج رژیم تغییر رژیم سیاست امریکا نیست بلکه چنج آف بیهیویر آف رژیم تغییر رفتار رژیم سیاست امریکا ضمن اینکه مخالفین هم هیچ کس نمیخواد که یک کشور خارجی برای تغییر رژیم ایران بخواد کاری بکنه تغییر رژیم انحصارا در مسئولیت ملت ایرانه دنیا مثل سایر کشورها باید کمک بکنه به تغییر رفتار این رژیم با شهروندان ایرانی نخست وزیر کانادا هم عنوان کرده که قصد از سرگیری رابطه با ایران رو نداره کانادا و گفته باید حرفهای مقامات ایرانی رو هم به دقت زیر نظر داشت چون ممکن است که دروغ باشه نکته سوم این که 80 درصد واحدهای تولیدی استان چهار محال و بختیاری در ظرف 8 سال گذشته تعطیل شدن و علت اون رو هم نداشتن نقدینگی عدم فروش محصولات گرون بودن مواد اولیه و سوی مدیریت عنوان کردن تقریبا دلایلی که در مورد تمام واحدهای تولیدی مشترک هستش دلار هم به از زیر 3000 تومان دوباره جهش کرد و به 3120 تومان هم رسید علت رو اظهارات آقای سیف رئیس بانک مرکزی عنوان کردند و اینکه حرفهای آقای روحانی و ظریف و واکنش ها به خصوص در خود ایران که اصولگره ها هم استقبال کردن نشون داد که مشکل هسته ای قرار نیست که در همین سفر حل بشه و بنابراین کسانی که برای تقاضای ارز به بازار نرفته بودند دوباره راهی بازار شد نکته چهارم اینکه انجمن فیزیک امریکا جایزه حقوق بشری خودش که به نام آندری ساخارف فیزیکدان ناراضی شوروی نامگذاری شده رو به امید کوکبی اهدا اه کرد فیزیکدان جوان ایرانی که از سی و دو ماه در زندانه و هم از مرخصی محرومه و هم حتی برای معالجه او رو به بیمارستان نمیرسونند. امید کوکبی زیر فشار برای اینکه با صنایع هسته ایران همکاری کنه و او زیر بار نرفته این جایزه رو به کسانی میدن که حاضر نیستن دانش فیزیکشون رو در راه های خلاف بشریت به کار بگیرن بیانیه رو کانون سنفی معلمان ایران منتشر کرده به مناسبت اول مهر که در اون گفته ما انتظار داشتیم با تغییر شرایط رسول بداغی و باغری دو تن از اعضای هیئت مدیره کانون آزاد بشن اما برعکس علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کانون و سخنگوی کانون هم به حبسای سنگین محکوم شدند همینطور یاد کردن از سایر زندانیانشون اسماعیل عبدی مختار اسدی علیرضا حاشمی هاشمی و ده ها نفر دیگه و فشارهایی که به کانون سنفی معلمان میاد و خواستای خودشون رو هم برای آزادی زندانیانشون و اجازه فعالیت کانون سنفی مطرح کردن علی خیرجو فعال مدنی آذربایجانی که در اردبیلی هم که در دادگاه انقلاب اردبیل به پنج سال زندان محکوم شد او از فعالی نیست که مثل سایر فعالین مدنی و محیط زیست به خشک شدن دریاچه ارمیه اعتراض داشته و جالبه که آقای قاضی در دادگاه چون دلایلی نتونسته اقامه کنه که او در تظاهرات حضور داشته اتهام دیگه ای رو براش مطرح کرده و اونم عضویت در گروهی که در یک مغازه جمع می شدن و به این بهانه پنج سال زندان ظرفه نیم ساعت برای او حکم داده که اون هم در تبعید زندان کرمانشاه بعد هم دو سال حق زیستن در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رو نداره رضا ملکپور از مسئولین سابق وزارت اطلاعات که جرم او افشای مسائل قتل های زنجیری بوده و از دوازده تیر سال هشتاد یعنی دوازده سال پیش در زندان به سر میبره ظاهرا به دلیل آرزه نخایی دوچاره نزدیک به فلجه کامله و ارتباطاتش هم با خانواده و بیرون قطع کردن اما نکته آخر اینکه جناب سردار رحیم صفوی عنوان فرمودند که آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با ایران قدرتمند دست و پنجه نرم کنند جناب سردار فیروز آبادی هم فرمودند که نخبگان جهان راه برون رفت از مشکلات را الگوهای ایرانی اسلامی می اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید با امید پیروزی ایران و ایرانی